مهرزاد بورجردی رئیس دانشگاه هنر علوم و آموزش دانشکده علم و صنعت میزوری اینجا از طریق اسکاپ همراه ما هستند. خوش آمدید. آیا طرح یک پارچه سازی پدافند منطقه همونطور که جمهوری اسلامی میگه به نظر شما هم تهدیدی برای امنیت ملی ایران حساب میشه و تحریک آمیزه؟ عرض کنم که طرح یک پارچه سازی پدافند بدون شک با هدف مقابله با ایران هست، اونم با در نظر گرفتن حملات موشکی که ایران به عربستان کرده و حملاتی که روسی ها به عربستان و امارات کردن این مسئله رو پیش آورده. البته باید اینو در نظر داشته باشیم که هنوز راه درازی داریم تا این توافق و این طرح بخواد صورت عملی به خودش بگیره. من فکر نمی کنم در سفر آتی آقای بایدن این مسئله اجرا بشه، اگرچه قدم در این راستا برخواهند داشت. به هر حال حقیقت این است که کشورهای مانند اسرائیل و امریکا تونستند بسیاری از کشورهای عرب منطقه رو مانند امارات، عربستان، بحرین، قطر، مصر، اردن قانع بکنن که به این پیوند بیان بپیوندن. و عرض کنم برای کشورهای مانند عراق با این مسئله زاویه دارن و حاضر به این کار نیستن. بنابراین باید نگاه کرد که طرف دیگر، یعنی طرف عرب ها و اسرائیل ها، به چه دلیلی به یک چنین پیمانی رو آوردن در مقابله با حرکت های ایران در منطقه. آقای بورجردی، یک رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نور نیوز کشورهای منطقه رو تهدید کرد که در صورت پیوستن به این طرح پاسخ قاطعی دریافت میکنن از طرف جمهوری اسلامی. به نظر شما جمهوری اسلامی چطور قادره که چنین پاسخی بده و پاسخ احتمالیش چه خواهد بود؟ نبینید، من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی قادر نخواهد بود به خاطر نوع روابطی که با این کشورها داره. برای مثال فکر بکنید اگر قطر و امارات به این مسئله بپیوندن، دو کشوری که با ایران مراودات اقتصادی بسیار مهمی برای دولت ایران دارن، خب ایران می‌خواد چیکار بکنه در رابطه با این نوع کشورها؟ یا به چالش کشیدن یک کشوری مانند اسرائیل کار سختی است. بدون شک این مسئله که توانمندی‌های ایران بیشتر شده در مسئله فناوری موشک، در رابطه با پهپاد، در رابطه با حملات سایبری، و علت این مسئله بوده که این کشورها به طرف همدیگه سوق داده شدن، یک مسئله است که اونها رو نگران کرده. بنابراین ایران یک چنین توانمندی‌هایی داره، اما به چالش کشیدن هر کدوم از این کشورها فکر می‌کنم محدودیت‌های نظامی ایران رو هم می‌تونه نشون بده. برای مثال اسرائیل کشوری هست که این سیستم گنبد آهنین رو داره صحبت میکنه برای فروش اون به کشورهای مانند بحرین، و فکر میکنم که اگر ایران اونها رو بخواد به چالش بکشه، به نظر میاد که چیزی به غیر از شکست عایدش نخواهد شد.